تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. اللهم صل على محمد و آل محمد. آغاز سوره صف. از اول قرآن با لطف و فضل الهی آیه به آیه تلاوت شد و تفسیر گفتیم، به جزء 28 رسیدیم. در جزء 28 چند تا سوره ای که سوره صف هست. این سوره 14 تا آیه داره و من در مدینه نازل شده و چون آیه 4مش بحث صف هست، اسم سوره صف هست. بیشتر توجه این سوره به اینه که اسلام بر ادیان دیگه برتری داره و چند تا سوره داریم با سبحه شروع شده، چند تا سوره داریم با یسبحه شروع شده. سوره اسراء با سبحان شروع شده، سوره اعلا با سبح. سبح اسم ربک الاعلا، سبحان الذی اسرا. سبح چند تا سوره، یسبح چند تا سوره، سبح یه سوره، سبحان یه سوره. یعنی آغاز این سوره ها با تسبیحه. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. به نام او، او رو میشناسم، قادره، من رو دوست داره، من او رو دوست دارم، بی نهایته، ازش کمک میخوام. به نام او، سرچشمه رحمته. از همه صفات خدا کمک میخواهم. اون چه در آسمان ها و زمین هست برای خدا تسبیح گویند. او عزیزه، یعنی نفوذناپذیره، قدرتمنده، حکیمه. یکی میگه سبح لله، یعنی این هستی شعور داره، این هستی شعور داره و با شعوری که داره خدا را منزه میدونه. از چی؟ از همه عیب ها، از همه صفات سلبیه، یعنی صفاتی که نباید داشته باشه. منزه هست از این که ناتوان بشه، منزه هست از این که نداند، منزه هست از جهل، از عیب، از عجز، از ظلم، از همه چیزهایی که بده منزه هست. کسی سزاوار است که خدا هم قدرت بی نهایت داشته باشه، هم حکمت بی نظیر. سبح لله، چرا؟ و هو العزیز. خب کسی که عزیزه با تسبیحشو که تسبیح به خاطر عزیزه. سبحان من لا ینبغی التسبیح الا له. در نماز جعفر طیار در سجده آخر داریم سبحان من لا ینبغی التسبیح الا له. منزه است کسی که تسبیح سزاوار هیچ کس نیست جز او، تسبیح سزاوار اوست. دیگران عاجزن، جمعشن یه مگس نمیتونن خلق کنن. اگر یه مگس یه چیزی ازش فرار کرد، همه عقبش بدون، همه رئیس جمهورا عقب این مگس بدون، نمیتونن بگیرنش، عاجزن. له الملک و هو علی کل شیء قدیر. خدا هم حکومت داره هم قدرت داره. خیلی از مسئولین مملکتی قدرت دارن، حکومت دارن، قدرت ندارن. له الملک و هو علی کل شیء قدیر. قاضیه ولی دستش بسته، هم کار نمیتونه بکنه. رئیس جمهوره ولی هر کاری میخواد نمیتونه بکنه. رئیس مجلسه. له الملك و هو علی کل شیء قدیر. خدا عزیزه، عزیز حکیمه. چون عزیز حکیمه تسبیح سزاوار اوست. در بحث‌های قبل گفتیم که این که میگن آیات زیادی از قرآن میگه که هستی تسبیح میگه، بعضی ها میگن ما که عقیده اونه که تسبیح یعنی هستی شعور داره، با شعوری که داره تسبیح میگه. بعضیا میگن نه، هستی شعور نداره. جمادات چه شعوری دارن؟ درخت چه شعوری داره؟ یکی میگه یسبح لله، سبح لله یعنی وجود اینها نشانه قدرت خداست. مثل که خط خوب نشانه اینه که خطاتش باسواده، نقاشی خوب نشونه دهنده اینه که نقاشش هنرمنده. این هستی نشانه قدرت خداست. ما هم جوابشو گفتیم که اگر اینو میخواد بگه که تسبیح یعنی خود موجودات نشانه قدرت خدا، این که نمیگه لا تفقهون تسبیح هم، میگه شما نمیفهمید. خب این که ما میفهمیم،
همین دیگه میفهمیم خط خطات داره، نقش نقاش داره، میفهمیم که این موجودات خدا داره. قرآن یه تسبیحی است که لا تفقهون تسبیحهم، شما تسبیحش نمیفهمید. پس به دست تسبیح زبانی دارم و نمیفهمم. بعد قرآن میگه تسبیحشون بالعشی و الاشراق شب و روزه. خب این تسبیح که شب و روز نداره، تمام ساعته. این یه شب و روز به دست تسبیح زبانیه. و یعنی حالا در هر وقت آدم نگاه کنه به خط میفهمه خطات داره، نقشه نقاش داره، دیگه شب و روز داره. شما حاضر بگی که این نقشه صبح و شب دلیل آن است که نقاش است؟ نه، این نقشه دلیل این که نقاش است. چه صبح، چه سحر، چه سحر، چه عصر، چه ظهر. این که میگه بالعشی و الاشراق یعنی صبح و شب. میگه هستی با داوود سبحان الله میگفت. خب این که با داوود این چه؟ یعنی زبان حاله، زبان قاله. و یعنی نقشه نقاش داره، حالا چه به داوود، چه با سلیمان، چه با من، چه با شما. این که میگه کوها با داوود تصویر گفتن، اگر خلقت کوه نشانه خداست چه داوود باشه چه نباشه. پس ببینید یکی میگه صبح و شب، یکی میگه با داوود. اینها پیداست که یک تصویری هست. یکی میگه نمیفهمید، پیداست که بهتره که بگی نمیفهمید. خب آیه بسم الله و سبحه تمام، بریم سراغ آیه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.